زنی که پشت سیاست‌های عطا محمد نور است. بلقیس گران همسر عطا محمد نور منصوب به قوم پشتون و قبیله دولت‌زای است. او دختر رئیس گران و برادرزاده ابراهیم گران است. قبیله دولت‌زای در زمان زمامداری وزیر محمد گلخان مهمند از ولایت پکتیا به شمال افغانستان آمده و با فرمان وزیر محمد گلخان مومن صدها جریب زمین حاصل خیز ولسوالی شلگره را تصاحب نمودند. بلقیس گران در لیسه سلطان رازیه مکتب را به پایان رسانیده و بعد فراغت از مکتب و دانشکده ادبیات دانشگاه کابل ادامه تحصیل داده است. دلیل اصلی ازدواج بلقیس گران با عطا محمد نور، رفیق و همپیک بودن نور محمد لوگری، پدر عطا محمد نور با ابراهیم گران تاجر بود. ابراهیم گران و کاکا نور محمد در استفاده از مشروبات الکلی در مزار شریف مشهور بودند و ساقی خانه نایتس هتل واقع عقب کوچه شرشاره محل عیش و نوششان بود. کاکا نور محمد لوگری در آپارتمان دولتی دکان قالین فروشی داشت. آپارتمان دولتی که در ملکیت دولت است و کاکا نور محمد کرایه نشین دکان شماره 3 از طرف جاده فعلی مسعود شهید بود و سرمایه اندکی داشت. بلقیس گران بعد از ازدواج با عطا محمد نور در سال 1372 پیوسته اما آرام عطا محمد نور را کنترل میکرد. او بعد از زویا دوستم همسر دوم جنرال دوستم اولین زنی در بلخ بود که در سال 1376 شرکت تجارتی خودش را به نام خالد نور ایجاد کرد و خودش رئیس آن شد. جواز شرکت‌های زویا دوستم و بلقیس گران از ریاست جوازنامه‌های تجارتی ریاست تجارت بلخ واقع در پشتنی بانک فعلی صادر گردیده بود. با آغاز جنگ‌های شمال به خصوص جنگ جنرال ملک با دوستم و طالبان در مزار شریف، بلقیس گران و خانواده‌اش به پاکستان و از آنجا به تاجیکستان مهاجر شدند. با آغاز اداره موقت، بلقیس گران با افغانستان برگشت و در سایه همسرش عطا محمد نور با تجارت آغاز کرد. بلقیس گران یک بار دیگر شرکت خودش را تحت نام شرکت خالد نور راجستر نموده و اسدالله شریفی تاج قرقانی را من حیث معاون شرکت استخدام کرد. شرکت خالد نور در زمان اندک قرارداد و اجنسی گاز مایع ازبکستان را در اختیار گرفت و سالها یگانه شرکتی بود که اجازه داشت تا گاز ازبکستان را وارد افغانستان کند. بلقیس گران همزمان شرکت بارچلانی ایرتراک، شرکت ساختمانی میترا نور، تلویزیون میترا، مرکز تجارتی نور، شرکت وارداتی موتورهای بلند تناژ، شرکت نفتی طارق نور و شرکت‌های خدمات طبی نور لیزر را ایجاد کرد و از این راه ثروت بیشماری به دست آورد. البته در طی بیشتر از 15 سال تمامی اجناسی که مربوط شرکت‌های بلقیس نور می‌شد بدون گمرک و پرداخت مالیات از بندر حیرتان وارد افغانستان می‌شد. بلقیس گران در سال‌های اول اداره موقت با حمایت همسرش و پرداخت رشوه به وزیر معادن وقت قرارداد کود کیمیاوی یوریا را از دولت گرفت و سال‌ها کود کیمیاوی فابریکات کود برق مزار شریف در انحصار او قرار داشت. البته قرارداد کود کیمیاوی به نام سید محمد ثبت شده بود، اما مفاد آن به جیب بلقیس نور می رفت. سید محمد مشهور به لنگ سید محمد هست. بلقیس گران در سال 1383 بعد از شهادت پسر کاکایش سمی دولت‌زای توسط جمعیتی ها در شلگره مشکلات جدی با عطا محمد نور پیدا کرد و چند ماه در خانه پدرش بود. اما بعد از آن که مشکلاتشان حل شد آهسته آهسته شخصا وارد سیاست شد. در سالهای نخست بلقیس گران از طریق کمال نبی‌زاده با همکاران پوتین رابطه تجارتی برقرار کرد و تا اکنون در چندین فابریکه مهم در روسیه و ازبکستان شراکت دارند. نماینده با صلاحیت بلقیس گران در روسیه برادرش یونس گران هست. یونس 15 سال میشه که از سرمایه بلقیس گران در روسیه سرپرستی میکند. بلقیس گران فقط یک برادر به نام یونس دارد. بلقیس مثل سایه در همه سرمایه گذاری ها در بلخ حضور دارد و کسی بدون پرداخت جزیه و سهم مناسب برای او اجازه فعالیت تجارتی در بلخ را ندارد. از بلقیس گران به عنوان یک مدیر و تجارت پیشه موفق در بلخ یاد می شود. اما با همه ویژگی های مثبت او یک پشتون متعصب و قومگرای افراطی هست. اگر گاهی اجازه داخل شدن با منزل شخصی بلقیس گران واقع در کوچه گلدرک را
یافتید با عکس احمدشاه بابا و وزیر محمد گلخان مومند روبرو خواهید شد. بلقیس گران خیلی دیکتاتور، مرموز و کینه دل هست. در سال 1384 به دلیل اینکه عطا محمد نور گفته بود که ملالای عثمانی نطاق زیبا هست، ملالای عثمانی را از رادیو تلویزیون بلخ برکنار کرده بود. بلقیس گران حامی و بانی اصلی اعمار منار وزیر محمد گلخان مهمند در چهارراه مرکزی ولسوالی بلخ هست. بلقیس گران شخصا هزینه اعمار منار را توسط برادرش یونس و شرکت ساختمانی هیوال پرداخت کرد. خانم بلقیس مانع اعمار چهارراهی حبیب الله کلکانی در مزار شریف شد. زمانی که حاجی مایل چاریکاری با تعدادی از تاجران و صرافان مزار شریف میخواستند تا چهارراهی مارمل را بنام حبیب الله کلکانی نامگذاری و اعمار کنند، با مخالفت برادرش یونس مواجه شدند. بلقیس گران مانع نامزدی فدا محمد نور، برادر کوچک عطا محمد نور، در انتخابات پارلمانی از ولایت بلخ شد و به عوض او از پسر کاکای خود به نام سردار ولی گران حمایت کرد. خانم بلقیس به اندازه لجوج و دیکتاتور هست که حتی محمد نور و برادران نور از او ترس و هراس دارند. خانم بلقیس گران وقتی متوجه خطاهای عطا محمد نور شد، با زیرکی و هوشیاری فوق‌العاده پسر نوبالغ خود خالد نور را وارد بازی سیاست کرد و راه را برای رشد او هموار کرد. بلقیس گران از طریق رابطه های خارجی ارتباط خیلی نزدیک با اکلیل حکیمی وزیر مالیه اسفق داشت و اکنون هم ارتباط منظم با حمدالله محب مشاور شورای امنیت دارد و آوازه هایی در خانواده نور وجود دارد که عطا محمد نور در انتخابات آینده ریاست جمهوری به حیث معاون اول حمدالله محب وارد کارزار انتخاباتی خواهد شد. بلقیس گران با گماشتن فرهاد عظیمی به حیث سفیر افغانستان در قزاقستان تجارت خود را در آن کشور وسعت داد و همین اکنون بخشی از تجارت او را نیز زیر نظر فرهاد عظیمی در قزاقستان سرپرستی میکند. خانم بلقیس صرف به خاطر اینکه گاهی قرض تداوی عازم هندوستان میگردید، طاهر قادری ترجمان عطا محمد نور را به حیث معاون سفیر در هندوستان مقرر کرد. بلقیس تنها به دلیل اینکه ذبیح الله اختری رئیس خدمات تکنیکی ولایت بلخ از قوم پشتون و مربوط قبیله دولتزی هست، از او در مقابل عبدالجبار ثابت حمایت کرد و در آخرین مورد زمانی که ذبیح الله اختری متهم به حیف و میل صدها هزار افغانی از بودجه اعمار مسجد جامع روضه مبارک شد و حمایت از او برخاست و دوستیش را باطل کرد. بلقیس گران حامی اختلاسگر بزرگ و مشهور بلخ میرویس ربی رئیس اسبق صحت عامه ولایت بلخ است، چون میرویس ربی شوهر دختر کاکایش هست و همسر ربی از جمله خواهرخوانده های نزدیک بلقیس گران به شمار می رود و از او حمایت بی‌دریغ می کند. خانم بلقیس تا حالا دو بار میزبان خاشنه پوتین در بلخ بوده و رابطه خیلی نزدیکی با همسر زلمه خلیلزاد هم دارد. بلقیس گران حامی چهره های سیاسی پشتون تبار در شمال کشور و در ولایت بلخ است. شاید برایتون جالب باشه که بشنوید که در انتخابات قبلی شورای ولایتی بلخ هزینه کمپاین زبی کاکر و آصف مهمند را بلقیس گران توسط برادرش یونس گران پرداخت کرده بود. و این است اصلیت معلم عطا. بیننده های عزیز و مهربان، شما هم می توانید نظریات نکتان را برای ما در قسمت کامنت ارسال کنید.